بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش بینش و آزادی خوش آمدین بنده حبیب ریاضتی هستم در خدمت شما و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضا و جوی محترمانه همراه با مهرورزی و خردورزی فراهم بکند که ما بتوانیم به کمک مشورت با هم و واقعبینی حقایق عصر حاضر رو بررسی کنیم عوامل مشکلات رو بفهمیم و از همه مهمتر به راحل های اصولی و بنیادی تا آنجا که امکان داره بپردازیم همانطور که میدانید این برنامه ها جنبه فرهنگ سازی داره و بیشتر هدفش آگاهیه و نه آنکه جنبه مذهبی و یا سیاسی به خودش بگیره تمام مهمانان ما که در اینجا حاضر میشن همانطور که میدانید نه طرفی رو میگیرن و نه آنکه میخواهن حزبی یا گروهی رو برتر و بهتر بدانن بنده به آزادی بیان معتقدم آزادی عقیده آزادی فکر و بنابراین اگر در بعضی موارد آنچه که در این برنامه توسط مهمانان یا خود بنده ارزمیشه میشه تحت لوای آزادی بیان بهش توجه بفرمایید و این رو اگر با رأی و آرای شما مخالفتی داره حمل بر بیحرمتی نگذارید برنامه امروز من قصد داشتم که با مهمان نازنینم جناب دکتر از کری برنامه داشته باشم به خاطر یه مسائل لاجستیکلی ایشان نتونستن در این برنامه حضور پیدا بکنن بنابراین من فرصت رو غنیمت میشمارم و یک مقدار مفاهیم کلیدی و اساسی رو با شما در میون میذارم اگر مایل به سوال هستید می توانید سوالات خودتون رو توسط تکست به همین شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون می بینید به بنده پیامکی بدین و بنده به شما تا آنجایی که میتونم پاسخ میدم امروز روز خاصی است در سراسر جهان روز جهانی صلح معمولا جشن گرفته میشه یا یاد بودی ازش میشه این روزی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در 1981 تصمیم گرفت که این روز رو که 21 سپتامبر هست روز جهانی صلح و روزی که خشونت چه لفظی و چه عملی فیزیکی رو من بکنه ما از یاد بگیریم و از 1982 تا حالا هر سال این روز رو بزرگ داشتش رو اعلان میکنن جشن میگیرن واقعا چه روز به من کسی رو نمیشناسم که دنبال صلح آرامش نباشه چه در جنبه فردی با خودش چه در خانوادهش چه در فامیلش چه در اجتماعش میدانید صلح همیشه مورد توجه برای فرد هست معنی صلح چیه برای فرد صلح به معنی آن است که صداقت و برداشت و فکر و احساس و آرزوها و امیال هایی که در یک فرد هست با هم هماهنگی داشته باشه و هماهنگیش با واقعیت هایی که اللحاظ محیطی اللحاظ خانوادگی باهاش روبرو هست رو در نظر بگیره یعنی صلح پوشالی موقعی که ما دوگانگی در وجودمان هست که این دوگانگی به بیحرمتی به خودمان و به دیگران میرسه نتیجهش این است که اول صلح رو من میخواهم در جنبه فردی با شما در میون بذارم البته میدانید که انسان در اجتماع است یعنی در رابطه است هیچ فردی نیست که در رابطه نباشه حالا این رابطه میتونه رابطه ذهنی باشه یا رابطه عینی و عملی باشه وقتی یک نفر به عنوان روان درمانگر ملاحظه میکنم که با خودش هم حرف میزنه که ما اختلالات زیادی رو میتونیم از اون ناشی بکنیم در حقیقت داره ابراز میکنه که رابطه داره ولی آیا فرد با خودش رابطه داره خیشتن واقعی یک فرد چیه آیا چرا میگن صلح حقیقی یعنی کشف من حقیقی خیشتن حقیقی آیا انسان روحش نیست فکرش نیست احساسش نیست نیتش نیست عملش نیست یا اینا همش با هم نمیخونه هماهنگی نداره خوب دقت بفرمایید بنده میخواهم تاکید بکنم اگر یک فردی صلح و آرامش نداره این شخص نمیتونه خوشحالی رو تجربه بکنه چون همش در جنگ یا بی خیال بی اعتبار یا بی اعتناس این کسی هست که آنقدر این واقعیت زندگیش رو فراموش کرده و یا بهتر بگم خودش رو به خواب زده که هیچ کسی نمیتونه بیدارش بکنه این شخص نه به درد دیگری اعتنایی داره فقط و فقط به فکر خود هوس خودش هست به خانوادهش هم اهمیتی نمیده یه نسبتی داره دلش خوشه ولی اگر به موقعش برسه حتی بچه های خودش رو هم زیر پای خودش له میکنه کسی که آرامش نداره با خودش همه چیز رو وسیله میگیره فقط و فقط به فکر این است که بهش خوش میگذره البته علاوه روانی خوشی حقیقی موقعی که شما آرامش داشته باشی بنابراین صلح موقعی در یک انسان حاصل میشه که واقبین باشه یعنی با حقیقت روبرو بشه صادق باشه یعنی دروغ نگه کلک نزنه حق نزنه فکر نکنه دیگران همه نادونن چون این نشونه ضعف درونی خودش صلح یک فرد با خودش علائم زیادی داره کسی که با خودش صلح داره همیشه به خوبی های انسان ها نگاه میکنه هیچ موقع نمیخواد عیوب کسی رو ببینه از انتقاد حراسی نداره بلکه سعی میکنه از انتقاد مردم یه فرصتی باشه که به اصلاح خودش بپردازه کسی که آرامش داره خودنمایی نمیکنه سعی نمیکنه با القاب و با تجملات و با لباس و, و و و, خودش رو در جامعه اهمیتش رو اعتبارش رو ایجاد کنه اگه خوب دقت بفرمایین علت داره که کسانی مثل سقرات گفتن که اگر یک کسی خودش رو نشناسه در حقیقت زندگی نکرده بعضی هستن نه به دینی معتقدن نه به معنویاتی معتقدن تمام زندگیشون محدود به اینکه یه پولی در بیارن یه حوسبازی بکنن یه مهمونی برن اینا از دیدگاه یک روانشناس معنوی حقیقی اینا مرده هایی هستن که حرکت میکنند و همین دلیل که در آثار عرفا و فلاسفه و روانشناسا اجتماعی به اینها میگویند مرده متحرک اینها با خودشون هم قهرن اینها هیچ موقع نمیخوان در معرض سوال قرار بگیرن فکر میکنن که رابطه واسه شون سمه چون نمیخوان اون چیزی که هستن رو اونطوری که هستن در اختیار رابطه قرار بدن بنابراین صلح خیلی خیلی برای فرد مهمه چون اگر یک فردی با خودش صلح و آرامش نداشته باشه آیا شما میخواین با اون فرد وارد ارتباط بشین این سوال سوال کلیدیه چرا سوال کلیدیه برای اینکه اگر من حبیب ریاضتی افکارم با اعمالم با نیتم با احساساتم با همدیگه هماهنگ نباشه اگر خود من تیکه تیکه باشم کانفیوز باشم گیج باشم افسرده باشم پژمرده باشم حرمت نفس نداشته باشم اعتماد به نفس نداشته باشم اللحاظ سنی پنج و اندی سالم باشه اللحاظ احساسی ده سالم باشه اللحاظ فکری هنو پونزه سالم هم نشده چه آرامشی چه صلحی اگر من نتونستم بلایایی که در زندگیم اتفاق میفته به جای اینکه خودم رو ویکتوم بدونم مظلوم بدونم به من ظلم شده بیام بگم این که واقع شده من ازش یک فرصتی برای رشد استفاده می کنم برای این استفاده می کنم که یک انسان بهتری بشم ای دقت کنید صلح و آرامش در فرد خیلی مهمه چون هر فردی که شما میخواین یه کمونیست باشین چه میخواین ایتیست باشین چه میخواین خدا پرست باشین چه سکولار باشین یه حقیقت رو نمیتونی کنین و اونم اینه که یه ذهن دارین فکر دارین احساسات دارین یه ظاهر دارین یه باطن دارین یه فکر دارین که این فکر نتیجه نتیجهش اعتقاداتیه که دارین اعتقادات شما از تجربیات شما سرچشمه میگیره اگر پدر شما در یک رژیم کپیتالیستی زندگی کرده یا در رژیم کمونیستی زندگی کرده دنیا رو یه جور دیگه میبینی شاید خودت هم واقف نباشی بنابراین معنویات زیاد تو زندگی تو تأثیری نداره معنویات اصلا معنی یعنی چی و تو مفهومی نداره افتخارت به درآمدت افتخارت به وابستگانت ولی ظرفت خالیه <applause> و هم کسانی که با تو رابطه دارن اگر هوشیار باشن و اگر رابطه با تو رو به خاطر نفع شخصی خودشون نخوان ولت میکنن هیچ انسانی دوستان عزیز سروران گرامی دوست نداره میل نداره که با یه انسانی که کفایت نفس نداره اعتماد به نفس نداره حرمت نفس نداره عزت نفس نداره باش محشور باشه باش رابطه داشته باشه اگرم داشته باشه بعد از یه مدتی ولش میکنه چرا؟ چون همه دنبال این آرامش هستن آرامش اول خود من با خودم بعد با دیگری پس اعتقادات خیلی تاثیر داره که من دارم چون اعتقادات الگوهایی هست که من خودم رو جهان رو و آینده خودم رو میبینم اگر یه انسانی باشم که همش بد میبینم همش ناله میکنم خب من در حقیقت افسردگی پژمردگی رو تجربه میکنم البته شما میدانید من چون تخصصم در افسردگی است دوستان عزیز افسردگی هم بعضی موقع ها عوامل جسمانی هست که باعثش میشه بعضی موقع عوامل فکریه بعضی موقع ها عوامل وضعیه شما جسمانی رو تا حدودی میتونی با مواد کیمیایی شیمیایی و عدم بالانس های مغزی میتونی تا حدودی درست کنی تنظیم کنی عوامل وضعی رو یعنی توی وضعیت ناهنجاری هستی اونم اگر اراده کنی ترس نداشته باشی اعتماد به نفس داشته باشی تو رابطه انسانی باشی اونم اگر بشه میتونی عوض کنی ولی بعضی از افسردگیها هست که به خاطر نوع نگاهته نوع نگاهتم بر اساس تجربیاتت حاصل میشه هدف من چیه هدف من اینه که بگم صلح و آرامش موقعی حاصل میشه که افکار ما نسبت به خودمون مثبت باشه و نسبت به دنیا و دیگران و آینده هم مثبت باشه یعنی آنکه مثال عرض می کنم هر دردی رو به عنوان یک فرصت پیش، پیشرفت بگیریم هر بلایی رو یک عنایتی بدونیم ازش یاد بگیریم از کجا میدونیم که یاد گرفتیم وقتی غضب ما رو کم بکنه شفقت ما رو بیشتر بکنه مهربانترمون بکنه انتقاد خودمون رو نسبت به خودمون و دیگران کمتر بکنه عیوب دیگران رو نبینیم بلکه خوبی رو ببینیم اگه یه کسی ده تا صفت بد داره یا صفت خوب داره صفت خوبش رو ناظر باشیم اون موقع میبینید که رابطه های بهتری هم میتونین ایجاد کنید از همه مهمتر صادق باشین دروغ نگین دروغ جمعی مشکلات به یه طرف دروغ به یه طرف چون ارتباط شما با خودت باید بر اساس راستی باشه یعنی چی؟ راستی یعنی واقع بینی اگر جمعی اهل عالم فکر کنن شما یه چیزی هستی دکتری مهندسی اینی اونی ولی آیا واقعا خودت وقتی با خلوت خودت هستی اگر بدونی که این درست نی تو آرامش داری دقت کن من در حقیقت میخواهم بگویم صداقت راستی عدم دروغ بزرگترین عامل صلح درونیه چون وقتی شما راستگو باشی اون موقع هست که وفادار هستی اگر شما راستگو باشی اون موقع است که شما خیانت نمی کنی به کسی اون موقع است که حرمت دیگران رو زائل نمی کنی اون موقع هست که قدر شناسی نه اینکه همیشه طلب داشته باشی ببینید؟ من به عنوان یک روان درمانگر معتقد هستم که این روز جهانی صلح برای فرد یه معنی خیلی مهمی رو اعلان میکنه خشونت رو پرهیز کن با خودمون خشونت نداشته باشیم وقتی با خودت خشونت داری از خودت دل خوری از خودت خجالت میکشی این خودش یه نداست که شاید یه جای کار لنگه من راهلشم خدمتون میگم چرا انسان خشونت داره بعضی موقعا خشونت رو ما به داخل خودمون میریم بعضی موقع خشونت رو یه کسی دیگه رو پیدا میکنیم بگیم تقصیر اونه تقصیر اینه حالا که در علم روانشناسی عملی تحلیلی که بنده یک روانشناس تحلیلگرا هستم شما میتونی بگی حبیب من رو عصبانی کرد ولی حبیب حبیب تو توی میتونی با حبیب یه جور دیگه رفتار کنی حبیب شاید زمینه های عصبانیت رو برای تو فراهم بکنه شاید همین حرفا که حبیب میزنه میتونه برای یه شخص دیگری برای یک فرد دیگری بهش بگه اه حبیب چه خوب که اینو گفتی من این رو فراموش کرده بودم و حبیب بدون اینکه احساس برتری نشون بده با نهایت درجه اطوفت و زرافت باش همدلی و همیاری کنه خوب دقت کنید سروران عزیزم خشونت ما اکثرا خشن هستیم نسبت به خودمون وقتی خودمون رو قضاوت میکنیم وقتی مجبور میشیم دروغ بگیم وقتی آگاه میشیم به یک عاملی که انسانیتمون رو پایمال میکنه حرمتمون رو زیر سوال قرار میده وقتی به یه جایی میرسیم بی میشیم واسه مهم نی خشن میشیم بعد هر حرفی رو حتی اگر منفی باشه یا منفی بگیریم با خشونت میخوایم جواب بدیم اون موقع میبینی تنها کسی که آسیب میبینه تنها کسی که منظوی میشه تنها کسی که بستری میشه و در بستر افسردگی پجمردگی گرفتار میشه خود ما هستیم پس خودشناسی ارتباط مستقیم داره با با آرامش و صلح خود را بشناس یعنی ای خانم ای آقا اول قبول کن که هیچ موقع نمیتونی از رابطه فرار کنی رابطه خودت با خودت در مرحله اولا در مرحله اول اولویت او داره و بعد رابطه تو با طبیعت و بعد رابطه تو با انسان های دیگر هر چقدر صادق تر باشی فرهیخت تر باشی مهر پرورتر باشی اون موقع شما می‌بینی که آرامشت بیشتره یعنی به خودت دروغ نمیگی. به حرفای مردم به عنوان اینکه دشمنتان توجه نمی‌کنی به قول عیسی اونا رو به حال خودشون می‌ذاری بلکه بعدش فکر می‌کنی می‌گی اصلا من کار ندارم که اون حرفو زد ولی آیا اون حرفی که زد رو من میتونم یه کاری دوبارهش بکنم که دوباره این حرف زده نشه اینا رو میگن خودشناسی اینا رو میگن انسانشناسی اینا رو میگن سول و آرامش افکار خودتو بررسی کن اون افکاری که ضد نقیزه رو یه طوری حلش کن بازی نکن با خودت من دوباره به شما میگم با خضو میگم با خوشو میگم مردم رو احمق فرض نکنید خیلی خیلی چیزها را میفهمن به شما نمیگن چون شاید حرمت دارم برای شما برای اینکه نمیخوان که شما رو تحقیر بکنن شما رو عزیز میخوان حفظ کنند در ذهنشون پس چی کار باید بکنیم؟ آرامش اعتقادات از اعتقاداتی که برتری و بهتری تصنعی ایجاد میکنه پرهیز کنید اصلا چرا برتری و بهتری؟ شما همونی باش که هستی همونی که هستی نهایت درجه زیباییه به قول افلاتون همه چی در مورد زیبایی و جماله ولی طبیعی نه تصنعی شما میدانید که فکر شما اگر جمیل باشه زیبا باشه با کسی که صحبت میکنی اون بیشتر بهش میچسبه شما میدونی که زیبایی جسمانی میتونه هوسانگیز باشه ولی عشق نمیاره عشق یه رابطه ضروری انسانیه که بر اساس صداقت بر اساس شفقت بر اساس امانت بر اساس وفاداری پس اعتقادات خودت رو در ذهن بررسی کن از خودت سوال کن این اعتقادات ما کی گرفتم از والدینم گرفتم از سنتم گرفتم از فرهنگم گرفتم بعد از خودت بپرس آیا من به عنوان یک انسان نباید خودم تحریب بکنم، جستجو بکنم، یه حقیقتی رو پیدا بکنم؟ آیا من باید همیشه پیرو باشم؟ آیا من همیشه دنبال رو باید باشم؟ خوب دقت کنید. حتی در اجتماع دقت کنید وقتی پیرو به این میشین پیرو به اون میشین من تکستای میگیرم ایمیلای میگیرم بلخص از ایران که آقای دکتر لطفا به مهمانتون بگین که در مورد فلان فرد بدیشو اصلا نگه چون در ایران پنجاه درصد مردم به ایشون معتقدن ایشون راه نجاته ببینی اینا چیزایی که یه انسان سالم اجتناب میکنه تو مسئول فکر خودتی رأی خودتی شناخت خودتی بر دیگری تعمیل نکن اون اگه انتقاد میکنه اون داره انتقاد میکنه شنونده که عاقله نه یه کسی رو قلوف کن در مقامش نه یه کسی رو کوتاه بیا پایین بیار دنوف کن دقت کنید من دارم در مورد صلح با آرامش صحبت میکنم که شما وقتی تو آینه نگاه میکنی اگر گربه هستی حبیب شیر نبین چون تو شیر ببینی فقط مغرور میشی فقط مردم ولت میکنن مردم از تبل تو خالی زود خسته میشه زیبایی تو جمالت، کمال در حرف زدن در ارتباطاتت روشن میشه حالا هر چقدر هم تو میخوای مدعی باش مردم گول نمیخورن در روابط انسانی خیلی مهمه چرا طلاق ها انقدر بالاست چرا پسرها و دخترها یه مقدار هزتن میکنن تعمل میکنن در اینکه ازدواج کنن برای اینکه ظاهر باطن رو نمیدونن چیه برای اینکه شاید در اون مرحله اول به خاطر فرویدیان لاچیک با حس میرن عجب دختر زیبایی عجب پسر خوشندامیه ولی این فقط ظاهریه شما وفاداری یک زن رو یا یک مرد رو با خوشگلیش نمیتونی اندازه گیری کنی در من یه روان درمانگرم هزار و یک آدم میبینم خوشگلی چیه خب وقتی تو زیبا فکر نمی کنی وقتی تو ترس داری وقتی تو پنهانکاری تو واقعا زیبایی تو حالا خوری باش شما همون نوریای بهشتی که در قرآن و تورات و انجیل میگن تو باش اصلا خب چی به من میگه اگه من یک مرد ای باشم که با تو باشم لذتم و ببرم بعدم مثل دستمال کاغذی پرتت کنم بیرون برم دنبال یک کسی دیگه و واقعا هم امینه پس بنابراین زیبایی زیبایی فکره فکر چگونه فکری منو زیبا و سالم و آرامش میده موقعی که فکر من انسانی باشه یعنی چی؟ یعنی درد دیگران درد من باشه پل خودم نگم من قیبت میکنم چون ریاضتی اینجا نی ریاضتی اونجا هست تو نمیبینی روح معنوی همه چی به هم ارتباط داره این دیگه تمام علم الان اینو نشون میده چه جامعه شناسی چه فیزیک چه کیهان شناسی چه روان شناسی یه پدیده ای که روان شناسی های تحلیلگرا یونگ بلخص میگه همه چی به هم ارتباط داره شاید یه چیزی علت چیز دیگه ای نباشه ولی به هم مرتبطه اینو بهش میگن سنکرنسیتی سنکرنسیتی ای کازال کانکشن ای که میاد منفی میکنه یعنی علت اون نی ولی به هم مرتبطه به همین دلیله که همیشه یک اصل رو اساس بگیرین این فکری که من میکنم این کاری که با من, من میکنم چه منفی چه مثبت نفش برای عالم انسانی چیه اگر نفی به اون نده نفی به خانوادت نمیده نفی به همسایت هم نمیده نفی به, هم به دوست دخترت نمیده به دوست پسرت هم نمیده اصلا تمام اونا رو به کنار به خودت هم نمیده ای لا شعور. ای کسی که فکر میکنی زرنگی فکر میکنی فریخته خوب دقت کنید پس آرامش فکری ارتباط مستقیم داره با عقایدی که جهان شموله هرچقدر ذهن وسیع تر باشه عمیق تر باشه واقع بینان تر باشه مهر شما بیشتر میشه خردگرایی شما وسیع تر میشه به نام خداوند جان و خرد میشه جان در اینجا همون روح همون معنویات همون قلب آرامش موقعیه که عواطف و منطق ها با هم دیگه هماهنگی داره اگر و میگن احساسی احساسی عمل نکن احساس چیه آخه کسی احساس نشه باشه که اصلا زنده نی مخصوص از اینکه احساسی عمل نکن یعنی واقع بینی کن خیرادم بیار توش از زیرش در در رو. با درو گفتن و با پنهانکاری و اینا که نمیتونی حقیقت رو عوض کنی به قول کانت میگه اگر حقیقت یه نفر رو میکشه بذاریم بکشتش یعنی زود واقعیتها تو چشم انسان میزنه و اگر الان نفهمی بعدا خواهی فهمید و شایدم دیر باشه پس ما وقتی فکرمون جهانی باشه عمومی باشه انسانی باشه احساساتمون هم انسانیه چون با صداقت تو همه با وفاداری تو همه با یاری تو همه همدردی حتما نباید من خودمون درد شما رو بکشم ولی وقتی درد شما رو نه تنها درک میکنم بلکه یه کاریم در رعف دردت میکنم این رو میگن آرامش شما شاید فکر کنی من نادونم من احمقم من نمیفهمم ولی آرامشت رو دست میدی با اون افکار خشبین تر میشی می‌شی، میشی تنها تر میشی پس سروران عزیز چرا من اینقدر تاکید کردم رو این چون اگر من به صورت فرد آرامش نداشته باشم آیا با دیگری میتونم آرامش قرار کنم آیا با خانوادم میتونم اگه من یادم و یه آدم دروگوی پنهان کار هستم ترس جای شجاعت میگیره دروغ جای صداقت میگیره خیانت جای وفاداری رو میگیره خودبینی و کمبینی جای همکاری و دیگری رو یاری دادن رو میگیره حالا شما فکر کنید پس خانواده صحیح و آرام مش رو جستجو کردن در خانواده ارتباط مستقیم داره با سالم بودن تک تک اون افراد و آرامش داشتن تک تک اون افراد خیلی ها فکر میکنن اگر آرامش ندارن با یه فردی که آرامش داره اگر ازدواج کنن یا دوستی بکنن اونا آرامش بهشون میده اونا امکان داره یه فضایی رو وسط فراهم کنن ولی آرامش بهت نمیده آرامش رو تو باید ایجاد کنی چون اونم دیر یا زود رهات میکنه اون کسی که ولد نمیکنه ضرورتاً به خاطر احتیاجش نیست به خاطر انسانیتش شاید باشه ولی اونم حدی داره بعد از یه مدتی ولت خواهد کرد نگرانش نباید باشی چرا؟ چون نمیخواد اونم مثل شما بشه پس فرد هر چقدر فرهیخته تر باشه هر چقدر روحش احساساتش اعمالش نیتش شجاعتش هماهنگی داشته باشه آرامش بیشتره خب همچین فردی در اجتماع هم سازنده تره اینطور نی چون دنبال صلحه ببینین سراران عزیز همه دنبال اینن که رهبرا رو عوض کنن رهبر رهبر اینو ورداریم اونو بذاریم لعنت برین این زنده باد برو من همه اینا رو میفهمم به عنوان یه روان درمانگر اینا احساساته اعتراضات خیلی هم خوبه ولی آیا شعار به تنهایی کافیه آیا خشونت رو با خشونت میشه جواب داد آیا کشتار رو با کشتار میشه جواب داد آیا زشتی رو با لعب و سم با لعن و سب میشه جواب داد فکر کن تمام این واکنش ها به خاطر اینکه آرامش در وجود خودمون نیست برای اینکه تحقیق نمیکنیم، این رهبرا سروران عزیزم ما انتخابشون میکنیم. در تلویزیون ها در رادیو ها بنده بارها عرض کردم مردم رو بهشون قدرت فکر کردن بدین بهشون شجاعت داشتن رو یاد بدین که حقیقت رو بگن چون هر چقدر افراد عاقل باشن رهبرای مناسبتری رو انتخاب میکنن پس صلح من هدفم این بود که این روز رو گرامی بدارم و نشون بدم که برای اینکه صلح جهانی ایجاد بشه امروز هر روز ما داریم میبینیم داریم ازش دور میشیم هر روز داریم ازش دور میشیم چرا چون فرد صلح را از دست داده و به صلح پوشال عادت کرده واسه همینه که من یه چلپن دقیقه رو فقط روی فرد گذاشتم ولی آیا به نظر شما میشه صلحی در عالم ایجاد کرد بدون عدالت آیا صلح و عدالت با هم ارتباطی داره آیا صلح و عدالت و وحدت با هم دیگه ارتباط داره کدومش مهمتره وحدت عدالت یا صلح اگر من به چشم خودم نبینم به گوش خودم نشنوم به قلب خودم درک نکنم به عقل خودم تجزیه و تحلیل نکنم و فقط پایبند حرفهای دیگران باشم آیا من عدالت رو در وجود خودم هم میتونم به وجود بیارم در مقام شخصی به عدالت میگوین انصاف این است که بهتر بهترین چیز انصافه هر چقدر از انصاف عدالت دور بشین شما در حقیقت نمیتونید خوشحالی و آرامش برای خودتون و جامعه ایجاد کنید عدالت آیا اصلا امکان هست در این عالم شما دقت کنید به جنگ هایی که الان ایجاد شده رهبرانی که به خدا بچن به خاطر نفع شخصی مردم رو ازشون استفاده میکنن چه در ایران باشه چه در سایر جای دنیا چرا؟ عدالت چیه؟ عدالت آیا اگر نباشه صلحی هست من چطوری میتونم یک زن رو پایینتر از مرد بدونم یا یک قوم رو قوم برگزیده تر بدونم در این حال به صلح و آرامشم معتقد باشم حالا یه جزء دیگر رو اضافه کن آیا ابدا ما میتونیم صحبت از عدالت بکنیم چون بدون عدالت صلحی وجود نداره آیا اصلا عدالت میتونه ایجاد بشه اگر وحدت رو ما حذف کنیم و اتحاد الان من میبینم رهبران فریخته عالم متوجه این شدن ما یک همبستگی متحد میخوایم حالا هدفمون چیه اون خودش یه موضوع دیگه است این رو براندازیم اون رو بیاریم بعد می فکر میکنیم اینا صحبت هایی که مربوط به امور سیاسی است و امروز وقتش نیست ولی دقت کنید اتحاد وحدت آیا در این عالم که الان تمام اهل عالم مثل عالی یه ده کردن آیا دیگه وحدت میتونه فقط وحدتی باشه که برای یک گروه یا باید من علال یعنی تمام کسانی که روی زمین ساکنن اونها رو باید یه وحدتی واسه قائل شد این چیزیه که بهش میگن وحدت کیهانی وحدت جهانی و وحدت عالم انسانی چون تا ما به وحدت عالم انسانی به این عنوان که بنی آدم اعضای یک دیگر هم که در آفری نکس یک جوهر قائل نباشی چه چی چیزی ارزش داره واقعا اون موقع همدردی ما به خاطر نفای شخصیمونه مونه دوستیامون به خاطر نفای شخصیمونه مونه یه کشور با یک کشور دیگه یه خانواده با یه خانواده دیگه پس ما برای اینکه صلح ایجاد بکنیم چه در خانواده چه در خودمون چه در خانواده و چه در کشور و چه در ما بین دولت ها بین الملل. اول باید به اصل یگانگی نوع انسان قائل بشیم که همه ما یک خانواده جهانی هستیم برای ما زن و مرد فقط دو بالن از یک حقیقت ما نمیخوایم زن رو مرد کنیم مرد رو زن بکنیم نه زن زن مرد مرد اطوفت داره احترام داره ما نسبت به اصالتش فقط و شرافتش قضاوتش میکنیم قضاوتش هم اینه که کوچیکش نمیکنیم مهربونیم و به موقعش رهاش میکنیم خوب دقت کنید صلح جهانی بنابراین که الان روزش رو جشن میگیریم آیا همینطوری اتفاق میفته آیا صلح پایدار میتونه در عالم وجود داشته باشه یا یه صلح موقتی برای اینکه فقط به خاطر اهداف تایفی مملکتی ایجاد بشه فکر کنید هدف این برنامه این است که شما رو به فکر تشویق بکنه یعنی اینکه صلح صلح جهانی یا آرمانه ولی برای اینکه این آرمان این هدف در زور بیاد باعثی اول تمام ساختارهای فکری عملی تشکیلاتی خودمون رو مدنی خودمون رو عوض بکنیم اگر جمعی من علالعرض یه خانواده جهانی هستیم باید خیلی مسائل باید عوض بشه مسائل اقتصادی باید عوض بشه مفهوم قدرت باید عوض بشه معنیشی نیست که همه مثل هم بشن با همینه که روانشناس جامعه شناس انسان شناس میگه وحدت در کسرت کسرت یعنی تنوع تمام ساختارهای فعلی عالم رو بررسی کن و شجاعت داشته باش هر کدومش که غیر انسانیه و به جمع ضرر میزنه اون رو رها کن خانم آقایون یه جنگ که شاید به صلح بی خوب دقت کنید من میخوام از واژه هگل استفاده کنم دیالکتیک یک سیستم دیالکتیکی دو قوای فعال در عالم در حرکتن اول آن است که یک حقیقت ضروری طبیعی وجود داره که نمیشه انکارش کرد و اونم اینه که جهان و اهل عالم یک حقیقت بیش نیستن یک خانواده جهانی و این مراحل قبلی که بچه ما مثل یه هیکل انسانیم این هیکل انسان دوران بچگی داره دوران نوجوانی داره دوران جوانی داره دنبال بلوغ داره پیری داره آیا وقتی که شما بالغی که نمیتونی اون کارایی رو بکنی اون گزینه هایی رو انتخاب کنی که موقعی که ده سالت بود اگر انتخاب بکنی بحران میگیرد عدم آرامش ایجاد میشه همین مثال ساده رو استفاده کن که میتونی تو زندگی خودت ببینی پنجه سالت فکر میکنی سی سالته هشتاد سالت فکر میکنی چهل سالته در رابطه نگاه کن در افکارت نگاه کن بعد میفهمی که نه حقیقت رو که نمیتونی انکار کنی حقیقت مثل یه آبیه که در حال جریانه تو بهترینش اینه که در مسیر این جریان حرکت بکنی که طبیعیه نه مذهبیه نه سیاسیه طبیعیه الان مسیر طبیعی عالم به قبول اصل یگانگی نوع بشره دیگه اون دوره هایی که فقط خانواده من مهم بود نیست چون یه خانواده جهانی داری فقط دهکده من مهم نیست چون الان یه دهکده جهانی داری فقط جنس من رنگ من نژاد من مملکت من اینا دی مهم نی ولی مهمه مهم نی مهمه یعنی چی ابی می دیوونه شدی بعد به روانشناس ببینه که مهمه چون یکی از اجزای سیستمه ولی این سیستمه سیستمی که اجزاش زن، مرس یا سفید ایرانی، عرب، اسرائیلی، امریکایی تمام اینا اجزای این سیستم که با هم هماهنگی دارن یه روابط ضروری منطقی دارن حالا خوب دقت کنید الان چرا اینقدر بحران زیاده به نظر بنده چون حرکت طبیعی سیستماتیکی پویای پویا یا عالم به سوی قبول یگانگی نوع بشره شما مذهبی باش سنتی باش من سیاسی باش با خدا باش بی خدا باش اینا اینا هیچ چیز رو عوض نمیکنم سعی کن از خدا طبیعت وجدان خودت بخوای که واقعیت اونطوری که هست ببینی نه اونطوری که دلت میخواد یا به نظرت میاد این اصالته این شرفه این راستگوییه حالا ببینین چرا انقدر بحران زیاده چون هنوز ما با ساختارهای دیویس سال قبل 300 سال قبل هزار سال قبل میخوایم این دنیا رو ببینیم و باهاش روبرو بشیم به بحران میرسیم یک روند طبیعیه یک نظمی رو ما ایجاد کردیم که این ز... نظم دیگه قابلیت جوابگویی به احتیاجات عصر رو نداره پس چی کار باید کرد؟ بحران میشه آیا نباید جلوش گرفت؟ چرا؟ به اراده انسان به فریختگی انسان من در این زمانی که مونده میخواهم به یک مقاله اشاره بکنم که امانویل کانت نوشته کانت در 1795 یک مقاله ای رو نوشت تحت عنوان Perpetual Peace صلح پایدار این یکی از آثار برجسته امانوئل کانت تا اونجایی که من این مقاله رو به انگلیسی خوندم اصلش آلمانیه به فارسی هم وجود داره محمد حسین صبوری اون رو ترجمه کرده این عنوانش خیلی قشنگه صلح پایدار perpetual peace کانت این مقالش خیلی اهمیت پیدا کرد تا زمانی که این در جامعه ملل و بعد در حقوق بشر و ایجاد سازمان ملل و حقوق بشر خیلی تاثیرگذار بود من میخوام شما یک مقدار با این آشنا بشین و بعد ببینین که آیا اصر حاضر میتونه دنبال این پیش بره یا خیر میگه از جمله چیزایی که مهمه اینه که برقراری صلح اگر با نیت ایجاد جنگی در آینده باشه معتبر نخواهد بود الان باهاش صلح بکنیم فردی اجتماعی حالا بین دول یه صلحی درست بکنیم که وضعیت درست بشه برای اینکه بعد باش جنگ کنیم حقش رو بذاریم کف دستش میگه صلح پایدار نمیتونه با یه شرط مخفی برای جنگ جامGlobal باشه هیچ کشوری نباید نباید از راه وراثت و مبادله خرید و فروش تحت مالکیت کشور دیگه درآید من دارم اینا رو از انگلیسی به فارسی ساده میگم نکته دیگه اش جالبه ارتش میلتری نظام ارتشی به تدریج باید برچیده بشه این رو فلاسفه و سوشال ساینتیست های اجتماعی و سیاسی بعد از کانت گفتن ما بایستی یک محکمه بین المللی داشته باشیم که اختیارات بین المللی داشته باشه و اون یک ارتش بین المللی داشته باشه که اگر یک کشوری بر علیه کشور دیگه قیام کرد و ناعادلانه بود تمام کشورهای دیگه بتونن توسط این قوا احقاق حق بکنن یه محکمه کبرا باشه یعنی یک دادگاه بین المللی باشه نه مثل یون که اگر یه خوشیشون نیاد بگن نه ویتو میکنیم چون ما پول این ما اصلا بیشتره نه باید به یه جایی برسیم که هر تصمیم اون محکمه بین المللی برای هر کسی که موافقه یا غیر موافقه بایستی مورد قبول باشه یعنی اصل مشورت با شفقت با عدالت با وحدت با تو هم بشه خوب دقت کنید و حالا من نمیخوام بقیهش رو هم بخونم ولی شما این مقاله رو بهش توجه بفرمایید یه اثر دیگه ای که همین کانت نوشته به اسم What is enlightenment روشنگرایی چیه؟ خوب دقت کن میگه روشنگر کسی که تو تلویزیون داری برنامه اجرا میکنه حبیب حواست رو جمع کن کسی که مقاله مینویسی میخوای ایران رو عوض کنی دنیا رو عوض کنی حواست رو جمع کن روشنگر اون کسی نیست که فقط یه دیگری داره حالا دیگری داره نداره اینا رو ولش کنیم پس کنیم داره مقاله می نویسی باشه بنویس ولی دیگری تو آیا نتیجه فریختگی تو آیا هر چیزی که دکترا داره یعنی آدم روشنگریه منور الفکر منور قلب یعنی چی چطوری من میتونم قلبم و فکرم روشن باشه ولی دشمن تراشی بکنم خشونت داشته باشم و به جای اینکه مسائل رو جوهری پایهی حل کنم هی شعار بدم این گروه رو بر این گروه ترجیح بدم خوب دقت کن روشنگر اون کسیه که شجاعت داشته باشه که تمام اعتقادات خودش رو مورد بررسی قرار بده و یه شجاعت بیشتری داشته باشه که اعتقاداتی که درست نی انسانی نیست با صداقت و امنی ازش رها بشه حالا شما به من بگو ای کسانی که شعار میدی ای کسانی که میخوای جامعه را عوض کنی واقعا روشنگری تو به اعتقادات خودت نگاه کردی به اعمال خودت نگاه کردی به احساسات خودت نگاه کردی به اینکه آرامش داری نگاه کردی اصلا اعتبار خودت رو چجوری به دست آوردی بهش رسیدی تو داری به خرج کی داری اعتبار کسب میکنی چون پدرت بود فاضل چون پدرت خرج میده دخترت خرجتو میده برادرت خرجتو میده پسرت خرجت تو میده تو نمایششو میدی و فکر میکنی همه غافلن همه جاهلن اصلا وسط هم مهم نی چون فقط خودت مهمی خودت در غر نادانی و جهالت و بدبختی هستی ولی برای اینکه دیگه خودکشی نکنی همه چی رو زیر پا گذاشتی خوب دقت کن روشنگر پس کیه چرا کانت معتقد که هیچ چیزی پایدار نی اگر روشنگر نباشه چرا بنده به عنوان یه روان درمانگر میگم رابطه های رابطه اساسیه پایداره که روشنگرا با هم ازدواج کنند با هم دوستی کنند به درد هم برسن ولی روشنگرن برای اینکه رابطه رابطه سالم باشه پایین و بالایی نباشه ترحم نباشه سمپتی نباشه امپتی باشه هم یه دلی باشه کانت میگه اینا خیلی مهمه در ایجاد صلح و آرامش پایدار ولی از اینها که بگذاریم من میخواهم به یک اصل دیگه ای هم اشاره بکنم قبل از اینکه به جلو برم و اونم اینه که قدرت رو باید بفهمیم معنیش رو در دنیای امروز قدرت چیه من میدونم وقتی حساب بانکیت پره فکر میکنی قدرت داری ولی نه نداری خودت هم میبینی الان دنیا رو میبینی که چطوری دو اصل عدالت و حفاظت عدالت نسبت به تو حفاظت یعنی عدالت جمعی میتونه اصحاب و ارباب قدرت رو به زانو بیاره ثروت تو ای دوست عزیز چه فردی چه صاحب مکنتی پولت نی قدرت بعد وسیله خدمت باشه قدرت وقتی وسیله کنترل شد تو بیچاره ای قدرت اگه باعث شد که تو برتری و بهتری حس کنی تو بدبختی تو روانشناس تیش داری روانشناس هم میشناسند با که زیاد نمیدون بالا روانشناس چون میترسی از چی میترسی؟ نه از روانشناسه از اینکه خودت به خودت روبرو بشی قدرت رو باید مفهوم بشه عوض کرد شاید یکی از معانی این جمله معروف که از جمله علامات بلوغ عالم آن است که سلطنت قدرت بماند احدی اقبال نکند هیچ کسی نمیخواد بره رهبر بشه مگر کسی که آنقدر انسانیت رو محور فعالیت خودش قرار بده که وقتی وارد سیستم اعطای قدرت بهش میشه اون قدرت رو برای انسان سازی بهتر استفاده کنه یعنی پادشاه خادم خدمتکار جامعه است کسی که صاحب یه شرکت خادم جامعه است کسی که در تلویزیون صحبت میکنه خادم جامعه است با این مسئولیت ها شما بلوغ عالم رو بررسی کنید پس از جمله علامات بلوغ عالم این نیست که این رهبر این اون رهبر رو نه حتی از جمله علامات بلوغ عالم هم این نیست که ای به گذشته توجه کنید خب چی چی آخه بابا اختلال روانی که نداری دیروز دیروز بود امروز امروز سخن از امروز رانید از دیروز یاد بگیریم ولی دلمون نخواد بریم دیروز تو دیروز باشیم دیروز احتیاجات خودش رو داشت مشکلات خودش رو داشت اون مشکلات نتایج خودش رو داشت الان یه جو دیگه است به دو گروه هم زیاد اعتبار ندین دوستان عزیز اگه سل پایدار میخواین علما و عمرا این دو گروه سروران عزیزم باعث نابودی و بدبختی عالم شدن چون دنبال قدرتم قدرتی که برای به مفهوم کنترله نه قدرتی که به معنی خدمته خوب دقت کنید من خیلی از این عمرا رو میشناسم میگن آقا ما من نمیخوام برم حکومت کنم من میخوام عرصه انتخاب رو برای مردم آزاد کنم خب به این افراد احترام بذارین از اینا هم بود نسازین اینم وسیله اختلافش نکنید پس ما به یه چیز دیگه هم باید بپردازیم عمرا و علما علما این علمای مذهبی بالاخره چقدر بدن بله کی اینا رو بد کرده کی هیتلر رو هیتلر کرده چه چیزی باعث شده رژیم های توتالیتاریان تمامیت خواه ایجاد بشه اینا رو در رادیو تلویزیون بحث کنید حالا حسنی بره حسینی بیاد امام امامت فقیه نمیخوایم ولایت فقیه نمیخوایم خب نخواد اصل از تمامیت خواهی فکریه اصلا چرا در دنیای روشنگرایی شما همچین جامعه ای رو پرورش میدین که همچین رهبرایی رو بتونن بذارن سر کرسی قدرت اصلا چرا در قرن 21 موقعی که در قرن هیجدهم کانت صحبت از این میکنه که جستجوی حقیقت فردی بکن و عقلت احترام بذار به قول گالیلیه اگه قرار باشه من به تورات انجیل بخوام ببینم که آیا زمین مرکزه یا خورشید مرکزه آخه ای اهل کلیسا ای اهل مسجد پس این خرد رو چرا به من داده چرا یه چیزی به من داده که درست بر علیه اون داره حکم میکنه ببینید جامعه باید فرهیخته بشه جامعه نمیتونه فرهی... فرهیخته بشه اگر انسان ها فرهیخته نشن اگر من و شما فرهیخته نشیم چون اگه فرهیخته بشیم علما دیگه چیکارن مرجع تقلید چیه این عرفا چیه این مزخرفا چیه اینا توهینه آخه بابا اگر افتخار به امامه بود که عرب هر روز هزار هزار امامه عمل میکنن آخه ای لا انشور حبیب هی بیا بدیه اینه بگو بدیه اینو بگو میتونی یه ذرم به دیاله چکار کنم که رها بشن فریخته باش حقایق رو به چشم خودت ببین تعصبات خودت رو اول بشناس شجاعت داشته باش با حقیقت روبرو شد چون دیر یا زود وقایه میاد بالا حقیقت ها میاد بالا تو هر چه قدم بخوای منو بچرخونی اونو بچرخونی آخر سر چی پس ما به جای اینکه علما رو توهین کنیم انسان ها رو قادر میکنیم به جایی میرسونیم ببینین که اگر ایران و در سایر جهان افراد فرهیخته بشن مهر محبت شفقت خردگرایی جای تعصب و تقلید رو بگیره علما به قیمت جونشون لباس شخصی رو بر اون امامه ترجیح میدن و فرار میکنن چون خریدار نداره اونا از جهل ما استفاده میکنن همونطور که عمرا از ترس های ما استفاده میکنن سعی میکنن ترس ایجاد کنن شما نگاه بکن به احساب مختلفه ترس میخوان ایجاد کنن وضعیت اقتصادی خراب میشه وضعیت اجتماعیت خراب میشه دوست عزیز اگه خودت بخونی اگه خودت ارزش شابی کنی میفهمی چی راست میگه چی دروغ میگه اون موقع تقدیرت رو با تدبیر عوض میکنی ببین تقدیر او این بیاد رژیم رو عوض میکنه اون میاد رژیم رو پایبند میکنه اینا علامت یه مقدار کم عقلی و بیعقلیه جامعه رو خوشیار کن خوشیار اون موقع میبینی هیچ قدرتی نمیتونه قدرت مردم رو جایگزین بکنه اون موقع میبینی دینت میشه دین انسانی دینت میشه وحدت عالم انسانی دینت میشه صلح عمومی دینت میشه عدالت اجتماعی اون موقع ارزش یابی میکنی چون خودت انتخاب میکنی و چون خودت انتخاب میکنی به خودت احترام میذاری آرامش در وجودته و تا این آرامش رو به دست نیاری ابدا نمیتونی باعث آرامش دیگری بشی یه شخص دیگه ای رو هم میخواهم در عرض این سه چار دقیقه معرفی کنم تولستوی تولستوی یه کتاب معروفی نوشت به اسم جنگ و سول چقدر در این کتاب که یه نوبله یه داستان ولی در, اون د... در این داستان خیلی چیزا هست عشق محبت واقعا همدیگر رو دوست بدارین دوست داشتم با حوث با شهوت فرق میکنه دوست داشتنه که با حرمت راستگویی صداقت وفاداری تو اگر من شما رو واقعا دوست دارم با شجاعت باید حرفها رو بزنم حکمت رو رعایت کنم حکمت یعنی چی؟ نه در اینکه دروغ بگم یعنی اینکه مواظب باشم کسی رو بر کسی دیگه ترجیح ندم به تعصبات خودم واقف بشم آیا شما کسی رو دیدین که دوستش داشته باشین به خاطر اینکه انسانه از خودت بپرس سی سالته چل سالته هشتاد سالته 90 سالته چون این عمر متلاشی میشه تو اعتمادت رو به چی کردی اگه اعتماد به خودت نداری ببینین تولستوی حرفی رو میزنه که بعدا اریک فرام زد هنر عشق ورزیدن ما باید به هم عشق ببرزیم اگه عشق ببرزیم آخون پرست نمیشیم دین پرست نمیشیم علم پرست نمیشیم دین و علم رو وسیله میبینیم برای آسایش بشر دین ما عشق جهانیه دین ما حرمته دین ما اینه که وقتی یه بدی میبینیم سعی نکنیم با بدی جواب بدیم با عدالت و حفاظت جواب بدیم من اینجا تشویق نمی که اگر بی بهتون به صورت فردی میشه حقتون داره پایمال میشه شما بگذارید نه چون اگه بگذری به این دوستت شما درس خوبی رو یاد ندادی بهش خیانت کردی چون این میره کسی هم سو استفاده میکنه بنده به عنوان یک روان شما سابقه این افرادی که خیانت میکنن دروغ میگن کلک میزنن خودنمان کمبینن نگاه کن در طول زندگیشون میبینی از این رابطه به اون رابطه از اون رابطه به اون رابطه چون شجاعت نداره شجاعت نداره صداقت داشته باشه شجاعت نداره که بگه دوره عمرایی که قدرت کنترلی تمامیت خواهی چه مذهبی چه سیاسی دارن دورش گذشته پس من حرف آخرم اینه حرف جان روسو خیلی خوبه خرد جمعیتون رو بیشتر کنید هر چقدر این عقل کلی یعنی عقل جمعی بیشتر بشه ارفان ببین کلمه رو به کار بردم ارفان شناسایی عیقی بیشتر میشه عالم بینیتون وسیع تر میشه جهان بینیتون عمیق تر میشه اون موقع به خودتون عشق میورزید نه اینکه خود پسند میشید نه اینکه خود خواه میشین چون خودخواهی علامت کمبینیه بلکه دردمند دیگران میشین دعا میخونید که یه کاری برای رفع دردش بکنید یادتون نره هیچ کسی نمیتونه حق کسی رو بخوره ابدا شما فکر میکنی که تمومه هیچی تموم نیست. هشتاد سالته 50 سالته چل سالته سی سالته جوابشو میگیری یه کاری بکن کسانی که به تو پیوند دارن زنت زن قبل بچت نوت به بهت افتخار کنن نه اینکه که توفی باشی تو صورت اونها این خیلی مهمه فکر نکن اینها در خلوت خودشون نمیفهمن نمیدانند نه یه طوری زندگی کن که سر قبر که میان بگن برادر من پدر من همسر من همسر سابق من پدر بزرگ من میراس حقیقی انسانی برای من گذاشت به من حس وفاداری انسان دوستی از خود گذشتگی یاد داد نه اینکه با خجالت اسمتو ببرن و اگرم به تذکر بدن در ایامی که زندگی بگی اصلا واسه مهم نی واسه تو مهم نی ولی واسه اونها هم مهمه یا نیست ای خودخواه ای ضعیف اینها چیزایی که صلح رو پایدار میکنه خودشناسی انسان شناسی و جهانبینی مثبت تا هفته آینده جمعی شما رو به خدا میسپارم خدا نگهدار